نامه معرفت دهنده قلب ها تمنانوری هستم استاد مضمون ریاضی شما این مضمون را به شکل آنلاین به شما تدریس می نمایم و خدا کند که از این مضمون استفاده مفید نموده و در زندگی روزمره‌تان از آن استفاده نمایید. امید است که در این روزهای طولانی از گزند ویروس کرونا در امان باشید. قسمی که با شما گفتم شاگردای عزیز مضمون ما چی است؟ مضمون ریاضی صنف چندم، صنف پرپ، درس چندم، درس پنجم. در درس پنجم امروز کدام عدد می خوانیم شاگردای عزیز؟ عدد 17 و 18 و 19 و 20 می خوانیم که در درس های قبلی خوانده بودیم کار اعداد و یا هم نمبر که به انگلیسی برش چی میگفتیم؟ نمبرز. نمبرز یعنی عدد ها که امروز در درس قبلی خوانده بودیم عدد 13 و 14 و 15 و 16 را که بعد از 16 عدد 17 و 18 19 و 20 می خوانیم که در درس قبلی گفته بودیم که 13 را چی میگفت؟ 13 14, 15, 16. آره چی را میخوانیم؟ 17 را چی میگیم به انگلیسی؟ 17. 17 یعنی 17. 18. 18 یعنی 18. 19. 19 یعنی 19. 20. 20 یعنی 20. که گفتیم اعداد از جمله اعداد چی هسته؟ دو رقمی هسته. که از اعداد یک رقمی را خوانده بودیم که از چند بود؟ از یک تا به نو اعداد چی بود؟ یک رقمی بود که بعد از نو گفتیم چی میاد؟ ده تا به چند؟ تا به در 99 از جمله اعداد چی است؟ دو رقمی است که امروز کدام اعداد را میخوانیم؟ اعداد دو رقمی را که یعنی دو دانه اعداد است. مثلا اینجا ببینید یک از همراه نو کردی از یک جا شده چی شده؟ 19. عدد چی است؟ عدد دو رقمی است. گفتیم که اعداد را میخوانیم. امروز چهار عدد دیگر می خوانیم 17, 18, 19, 20 که در درس های قبلی از عدد اول تا چند خوانده بودیم؟ تا عدد 17. امروز از 17 می خوانیم تا به چند؟ تا به 20. یک بار به شما می خوانم متوجه کتاب هایتان باشین شاگرد عزیز. در کتابتان به شما اینجا داده که عدد چند است؟ عدد 17 است که اینجا به شما چند دانه درخت است؟ باید 17 دانه باشد چون کدام عدد اینجا ما می خوانیم؟ عدد 17 را. اینجا باید چند دانه درخت باشه؟ 17 دانه. باید یک بار حساب می کنیم ببینیم که درست است یا نیست. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. دیدی شاگرد عزیز که چند دانه بود؟ 17 دانه درخت اینجا بود که عدد 17 هم میخواندیم. اینجا هم چند تا بود؟ 17 دانه درخت بود. یک بار به انگلیسی به شما از یک تا به 17 میخوانم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. چند رسید؟ 17. 17 را چی میگیم؟ 17. 17 به انگلیسی 17 را چی میگیم؟ 17. که چند دانه بود؟ 17 دانه درخت بود. بعد از 17 چی میگه؟ 18. که 18 را چی میگیم به انگلیسی؟ 18. 18 یعنی 18. 18 از جمله عدد چی است؟ عدد دو رقمی است. 18. 18 را چی میگیم؟ 18. که اینجا با شما چند دانه باید چاپرک باید هم پروانه باشه؟ 18 دانه. یک بار حساب میکنیم ببینیم که 18 دانه است یا نیست. متوجه کتابایتون باشین که از روی کتاب به شما درست چی شوه معلوم شوه. نگفتیم که عدد 18 است عدد 18 که اینجا چند دانه باید پروانه باشه؟ 18 دانه. یک بار حساب میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. برای شاگرد عزیز دیدیم چند دانه پروانه بود؟ 18 دانه. در اینجا که عدد 18 را ما میخوانیم در این شکل هم چند دانه بود؟ 18 دانه عکس پروانه و یا هم شکل پروانه بود. 18 یعنی 18 که در این شکل هم چند دانه بود؟ 18 دانه پروانه بود. 18 یعنی 18. یک بار به شما اسپلش را میخوانم ببینید. EIGHTEEN 18 یعنی 18. پشت 18 چی میه؟ 19. 19
عدد چی است پشت 18 19 عدد 19 را چی میگیم به انگلیسی عدد 19 را 19 19 خوانده بودیم اسپیل 9 چه قسم بود 9 N I N E 9 چی را میگفتیم 9 را میگفتیم فقط اینجا چی اضافه شده T دبل E N که اینجا اضافه کنیم T دبل E این ایره همراه از یک جا کنیم چی میشه 19 19 باز چی میشه 19 که 9 تنها یک قسم ناشته میشد که باز همراه تی دبل ای این یک جا شده چی میشه 19 که عدد چی میشه 19 19 از جمله اعداد دو رقمی هسته 19 19 یعنی عدد 19 ببینید شاگرد عزیز تو ایجا اسپیلش یکی هسته مثل 9 ناشته میشه فقط چی را اضافه میکنیم همراهش تی دبل ای این که همراهش اضافه کنیم چی میشه 19 یعنی 19 که 9 نور میگفتیم که به همراهش گفتیم چی تی دبل ای این اضافه شد 19 عدد چی میشه 19 که در کتاب شما چی داده اینجا شکلی گلاره داده ببینید شاگرد عزیز ده اشکال متوجه شویم که ایره حساب میکنیم چند تا باید باشه چون عدد 19 رو میخوریم ایده شکل هم باید چی باشه 19 دانه باید چی باشه همینجا می اشکال باشه یک بار حساب میکنیم ببینیم که درست است یا نیست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بله شاگرد عزیز چند دانه بود 19 دانه که 19 را چی میگفتیم 19 19 را چی میگفتیم به انگلیسی 19 که در اینجا هم شکل چند دانه بود 19 دانه بود پشت 19 چی میگه 20 که 20 چی میگیم به انگلیسی شاگرد عزیز 20 20 چی نمیگیم 20 20 هم از جمله عدد چی هست عدد دو رقمی هست که 20 به انگلیسی چی میگیم 20 20 یعنی 20 که در کتاب شما ببینید اشکال چی را داده خانه ها را داده که چند دانه باید این اشکال اینجا باشه 20 دانه باید باشه چون عدد چی را میخوانیم عدد 20 را میخوانیم یک بار حساب میکنیم ببینیم که درست است یا نیست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 حساب کردیم شاگرد عزیز دیدیم که چند دانه بود 20 دانه بود 20 دانه چی بود اینجا 20 دانه شکل خانه بود که عدد 20 می خواندیم به اینجا هم باید چند دانه می بود 20 دانه باید می بود که 20 به انگلیسی چی می گفتیم 20 20 یعنی 20 یک بار دیگه با شما از روی تخته می خوانم شما متوجه کتابایتان باشین همین حروف طریقه تلفظش و هم اسپیلش درست بفهمین 17 17 چی را می گفتیم 17 را که S E V E N T double E N S E V E N T double E N 17 یعنی 17 17 یعنی 17 S E V E N T double E N 17 یعنی 17 پشت 17 چی بود 18 که 18 را چی می گفتیم 18 18 یعنی 18 E I G H T double E N E I G H T double E N E I G H T double E N 18 یعنی 18 پشت 18 چی است 19 که 19 چی می گفتیم 19 N I N E T double E N N I N E T double E N 19 یعنی 19 که پشت 19 چی بود 20 که 20 چی می گفتیم 20 20 یعنی 20 T W E N T Y T W E N T Y T W E N T Y 20 یعنی 20 که 20 از جمله عدد چی هست؟ عدد دو رقمی هست که در کتابایتان متوجه باشین شاگرد عزیز اینجا به شما چی را داده؟ همی اسپیل چی را حرف 17 نداده و در این قسمت چی کرده؟ خود 17 را به شما نشته کرده این طریقه چی است؟ اسپیل و یا هم حروفیش است و این طریقه نشتن چی است؟ نمبری و یا هم عدد طریقه نشتن عدد است که در اینجا به شما یکی شد چی نشته کرده؟ وازی نشته کرده و دیگرهایش خیره نشته کرده به خاطر چی را خیره نشته کرده؟ که خودتان این همراه پنسلتان روشن کنیم تا درست طریقه نشتن چی را یاد بگیریم؟ امی 17 را که طریقه حروفیش است و این طریقه چی است؟
عددیش هسته کی را باید شما روشن کنین تا به خاطر چی را باید روشن کنین تا درست طریقه نوشتن حرف چی را یاد بگیرین امی حرف افدره که دیگرش هم عمود هستم 18 هم اینجا طریقه چی هسته؟ طریقه حروفی و یا هم اسپیلش هسته و اینجا طریقه عددیش هسته ببینین در 19 هم عمود هسته اینجا ببینین طریقه حروفی هسته و اینجا طریقه عدد کی را خودتان انجام بدین تا درست چی را یاد بگیرین همی اسپیلی اسپیلش را یاد بگیریم و همی خود عدد را بشناسیم که چی هسته خوش آگه دایزیدگی بود درس امروزی تا امید که چیز آموخته باشه تا درس بعدی خدا حافظ